امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. سی سال اضافه خدمت. اگر تاپگان یک را دیده باشید، حتما به خاطر دارید که تام کروز در این فیلم نقش پیت خلبانی زوبده را ایفا می‌کرد. پیت حدود 30 سال در نیروی هوایی آمریکا خدمت می‌کند و به وی لقب مبرک می‌دهند. با توجه به اینکه سن و سالی از پیت گذشته، به وی پیشنهاد ارتقا درجه می‌دهند. با این حال ماوریک که سودای آسمان در سر دارد، از این پیشنهاد سر باز می‌زند. در این بین یکی از دوستان قدیمی پیت به وی پیشنهاد آموزش خلبانی به جوانها را می دهد. پیت این پیشنهاد را قبول می کند تا به بهانه آموزش خلبانی دوباره در کابین هواپیما قرار بگیرد و دل آسمان را بشکافد. مدال مبارزه تقدیر. تنها مردی که تو 14 سال گذشته 3 هواپیمای دشمن را نابود کرد. ولی نمیتونه ارتقا بگی، بازنشسته نمیشی و با توجه به همه تلاشات از مرگ امتناع میکنی. کاپیتان، ماجرا چیه؟ این یکی از رازهای زندگی من قربان. تا حالا باید دریا سالار دو ستاره شده بودی. ولی اینجا در ادامه داستان اتفاقهای هیجان انگیزی برای پیت می افتد تا این خلبان کار کشته دوباره با جنگنده شکاری به مصاف خطر برود. پایان اجتناب ناپذیر مالیک. کم کم باید بکشی کنار. شاید قربان. داستان فیلم شاید در نگاه اول معمولی به نظر برسد. اما این داستان به اندازهایی با جلوه های ویژه، باشکوه، روایت شده که مخاطب تا آخرین لحظه از فیلم چشم بر نمی دارد. از طرف دیگر تماشای تاپگان 2 یادآور خاطره های خوش طرفداران تام کروز با فیلم تاپگان 1 خواهد بود. گزینه یه سابسکرایب رو بزنین. اولین نسخه از مجموعه فیلم‌های جوراسیک در دهه 90 اکران شد. این فیلم به لطف کارگردانی اسپیلبرگ و جلوه‌های ویژهای خیره کننده توانست نظر علاقه‌مندان آثار پرهیجان را به خود جلب کند. به دنبال موفقیت اولین نسخه از دنیای جوراسیک، نسخه های دیگر این مجموعه یکی پس از دیگری به سالن های سینما راه پیدا کردند. جدیدترین فیلم در دنیای جوراسیک که امسال اکران شد، توانست عنوان یکی از پرفروشترین اکران ها پس از کرونا را از آن خود کند. این فیلم با نام دنیای جوراسیک قلمرو منتشر شده است. ماجرای فیلم دنیای جوراسیک قلمرو حدود 4 سال پس از پایان اتفاقهای نسخه دوم این فیلم ادامه پیدا می کند.
اگر یادتون باشد در نسخه دوم از مجموعه فیلم‌های دنیای جوراسیک ایسلا نوبلار کاملا نابود شد. به دنبال این نابودی دایناسورها آزادانه در دنیا به همراه انسان‌ها و دیگر موجودات زندگی می‌کنند. وجود دایناسورها در کنار انسان‌ها و حیوانات زنده باعث شده تا تعادل حیات به هم بریزد. از آنجایی که انسان‌ها همیشه سعی داشتند تا اشرف مخلوقات باقی بمانند، فرمان روایی بشر زیر سایه دایناسورها قرار می‌گیرد. به همین دلیل انسان‌ها مکان محافظت شده‌ای را در ایتالیا برای قرار دادن دایناسورها درست می‌کنند. در این مکان آزمایش‌های عجیب و غریبی روی دایناسورها انجام می‌شود. به دنبال این آزمایش‌ها، اتفاق‌های جالبی در فیلم دنیای جوراسیک قلمرو رخ می‌دهد. آبی بچه داره، این غیر قابل ممکنه. ما یه اشتباه افتضاح به بار آوردیم. ساعت آخر الزمان ممکن است کار افتاده باشه. اون نمیتونه درست باشه. هی دختر، تو دقیقا شبیه مادرت هستی. اگه دنیای ما قراره نجات پیدا کنه، استوم خوردت ما قدرت ژنتیکی هنوز آزاد نشده. همگی به یک کسی بچسبید. کشنده ترین موجودیه که تا حالا دیده شده. فرار کن. نه 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 نه. بهت قول میدم اونو برات پسش بگیرم. میای یا نه؟ یه بچه رپتور. من بهش قول دادم ببرمش خونه. تو قول دادی؟ اونم به این دایناسور؟ میبینی زیادم بد نیست. جوراسیک قلمرو.